میخوای خدا رو ببینی، میگن آ این از طریق گردش ماه و خورشید. گردش ماه و خورشید من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام به اون سانه برسم، به مصنوع نمیخوام برسم. این جز به مصنوعی ندیدی سانه ای، بر قیاس اقترانی قانه ای. قیاس اقترانی یه نوع قیاسی که در منطق باش اثبات و استدلال میکنن. خیلی مسائل حکمت آمیز داره مولانا. مثلا در فلسفه حرف مهم دکارت اینه که I think therefore I am، je pense donc je suis، جمله معروف کوگیتو بهش میگن. مولانا همین حرف داره میزنه که عزیز من تو ذاتت، حقیقت ذات تو این خاک نیست، این بدن نیست، این جسم نیست. دیو این خیالو میکنه، شیطان خیال میکنه آدمیزاد خاکه، ولی آدمیزاد و فرشتگان و خدا آدمیزاد یه چیز دیگه میدن که گفتن سجده بکنه. عقل مست میشه، عقل دیوانه میشه، عقل جایی میرسه که همون قوه ادراکی که معاش میکنه، کارهای روزمره میکنه. به موسی گفتن که این عصا چیه اینا؟ ما تلکه به یمینه که یا موسی، گفتش که این عصاست، عصای اتوکه او علیها، تکیه میکنم بهش و احوش بها علا قنمی، برگ میریزم. این فکری که فقط همین کار ازش میاد، نمیدونست که یه کارهای خیلی بیشتر. این عقل یه مرتبه اژدهایی میشه مثل عشق. چوب جسم خشک خود را کوب مانند اساس، در کف موسای عشقش معجزه ثعبان کنیم. ما میتونیم این رو تبدیلش بکنیم، این عقل رو معجزه‌ای بکنیم و این بندازیم اژدها همه رو میبلعه. عشق همه غمها و غصه ها و بحث ها و آنچه برد بحث را عشق است و بس. تمام قیل و قال و حادث و قدیم و علت و معلول همه رو عشق میبلعه یه مرتبه. این اون اژدهاست. و این فکر میکرد که همین خاصیت دیگه نه، گفتش که علقه های موسی اینو بنداز یه مرتبه، دید که صوبانون مبین. بنابراین اندیشه جوهر ذات ماست. اون وقت مولانا میگه ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر کنی اندیشه گل گلشنی. به چی داری فکر میکنی؟ مولانا میگه هیچ وقت در دلتون کینه کسی نباشه. چرا؟ من که کینه باشه دور اطرافتون خارستانه، یاد این میکنی یه خار میریزیگره، یاد اون میکنی یه خار میریزیگره. اطرافت آدم خوب آدم مثلا وسط خارستان نشسته باشه، وسط گلستان بشین، آدم ها رو دوست داشته باش، بگو که ذات همه آدم ها پاکه، اونا گرفتار شدن، یک گرفتار دیو شده، یک گرفتار هرس شده، یک گرفتار چیز دیگه شده اینا. ولی لزومی نداره تو از اونا کینه ای در دلت باشه، چون کینه از جنس خاره، نفرت هم از جنس خاره، طعنه هم از جنس خاره. این آدم یه طعنه ای به یه نفر میزنه، یه خار میکنه چیزون. بعضیا مثل خار پشت میمونن، صبح یه مقداری میذارن پشتشون، هر جا رد میشن یه دونه میکنن شکم این، یه دونه شکم اون. آدم باید گل پخش بکنه داره اطرافش رد که میشه، با لبخندش، با حضورش، با حرفاش، چیزای گل بگه، گل بشنوه، نه اینکه خار چیز بکنه. گفتش که کیمیای زهر مار است آن شقی. یه جایی مولانا میگه که بعضی ها اصلا گلم گر بگر کف گیرد گلی خاری شود، بعضی ها اصلا یه گلم اگه دستش بدی تبدیل به خار میشه. بعد میگه که کیمیای زهر مار است آن شقی. کیمیای زهر مار یعنی میتونه دست به هر چی بزنه زهر مار میشه، و همه چیز دارم زهر مار آدم میکنه. حلوا گذاشتن میخورن زهر مار میشه. چرا؟ با اون نگاه که میکنه. اندیشه سالم اگه آدم داشته باشه، گر کنی اندیشه گل گلشنی، بر بود خاری تو هیمه گلخنی. گر در دل تو گل گذرد گل باشی، بر بلبل بیقرار بلبل باشی. حق جان جهان است، اگر روزی چند اندیشه کل پیشه کنی کل باشی. به خدا فکر بکن، به عشق فکر بکن، به ابدیت فکر بکن، اون میشی. یعنی اندیشه تو رو اون پر میکنه. بنابراین تو همون اندیشه هستی دیگه. حالا به چی داری فکر میکنی؟